خب بریم از روی نقشه هوایی جنگل هیرکانی رو بررسی کنیم. جنگل هیرکانی 3.5 میلیون هکتار بوده که الان 1.6 یا 1.5 میلیون هکتار میگم باقی مونده، منتها جنگل های بکر ما زیر 800 هزار هکتاره. خب بریم ارتفاعات سلانسر رو ببینیم، ارتفاعات رستم آباد رو ببینیم، جاده سلانسره. ببینید دوستان، این الان جاده‌ای که می‌بینید دو طرفش، ببینید چقدر جنگل تنک شده اینجا. سلانسر میره اینجا، نگاه کنید دوستان، کاملا جنگل تنک شده. اطراف جاده رو ببینید، کاملا ما جنگل پوشش درختی رو از دست دادیم و جنگل آسیب دیده است. کاملا این نقاط سیاهی که می‌بینید اینا درختن. اینجا ببینید ارتفاع اون نقطه‌ای هست که دامسرا و اون اینجا که ملت میان وامیستن. اینجا ببینید کاملا پوشش درختی رو ما از دست دادیم، یعنی پوشش اینجا کامل جنگل بوده، ولی متاسفانه کامل جنگل از بین. اینجا ببینید اینجا هم جنگل هست، اینجا کاملا اینجا نگاه کنین، اینجا نگاه کنین، کاملا اینجا از دست رفته، پوشش درختیش از دست رفته. یا بیایم ما از این یه جاده هست که اینور میره، اینجا میره، این جاده جنگلیه، میره اینجا نگاه کنین، کاملا پوشش درختی ما از دست تنک شده. اینجا هم کاملا پوشش درختی تنک شده. یا مثلا این جاده جنگلی ببینید، بیاین اینجا نگاه کنین، اینجا هم کاملا پوشش درختیش از بین رفته. هر کجا رو شما بگین از روی نقشه بخوایم نگاه کنیم، واقعا میشه گفت که تعرض انسان رو میشه به وضوح دید. هر نقطه‌ای که شما فرض کنید، بریم سمت رامسر، اینجا رامسره، اینجا جایی است که خیلی سر صدا کرده، عرب کله، جایی که منطقه جنگلی بوده و الان شده خوشنشین. ببینید تمام اینا خونه است، تمام اینا تو همین 20 سال 30 سال ساخته شده، یعنی نمیخوام بگیم 40 سال 100 سال 50 سال پیش ساخته، همین تو دهه دوستی که دهه اخیر ساخته شده. اینجا پارک جنگلی نوره، نگاه کنید، جدا افتاده از کوهستان، کاملا پوشش درختیش از دست. اینو نگاه کنید، این لکایسیا، اینا جنگلی که مونده، یک کوچیک کوچولو مونده، ولی کامل جلگه جنگل بوده. کشاورزی نگاه کنید چقدر رفته به سمت جنگل، اینا هر روز داره میره سمت جنگل. مطمئنم چند سال دیگه این دو نقطه به هم وصل میشه، اینجا با اینجا به هم وصل میشه. اینه که اینا اگر واقعا جلوش گرفته نشه، اینا نگاه کنید آسیبه. اینجا همه کامل جنگل بود، الان شده به خاطر بهانه‌های گسترش کشاورزی و این چیزای گسترش زیست شده ویلاسازی و بعد کم کم میبینی اینجا همه شده خونه. یه اتفاق بعدی که تو خیلی از مراتع هیرکانی افتاده، جنگل هیرکانی افتاده، اینه که مثلا من دامدار بعد از فوتم اون مرتعی که در اختیار من بود که جز اراضی ملی بود بین وراثم تقسیم شد. اگه 10 هکتار من داشتم، مثلا 5 تا بچه داشتم، بین 5 تا بچه تقسیم شده. بعد بچه‌ها اومدن هر کدوم سهمشو جدا کردن، این جدا کردن شده انگار تبدیل به باغ شده. خب این یکی از معضلاتی هست که ما تو هیرکانی داریم، ولی متاسفانه این تو استان مازندران خیلی ما می‌بینیم. الان اینجا رو شما نگاه کنین، اینجا الان ارتفاع بابوله، نگاه کنین اینجا کامل منطقه جنگلیه و هر کسی اومده سهمش گرفته و تو اون عرصه خودش اومده یه بنای ساخته شده الان خونه. اینجا اکثر می‌بینین همه شده خونه. خب این آسیبی هست که ما داریم به هیرکانی می‌زنیم. واقعا 5 سال دیگه 10 سال دیگه اینجوری بشه، باز تقسیم‌تر میشه، هی تقسیم‌تر میشه، اون اراضی ملی کلا تبدیل به باغ میشه، کاملا تبدیل به باغ میشه. یعنی چیزی که ما جنگل بود 30 سال 40 سال جلوتر الان تبدیل به باغ میشه و این آسیبی هست که واقعا میشه راحت روی نقشه دید. بریم استان گلستان. استان گلستان هم که ما بررسی کردیم، خیلی نقاط نگاه کردیم، مثلا کلاله رو ما بررسی کنیم، اینجا اصلا کویره، اینجا باید بگیم کویر کلاله، نگاه کنین، واقعا باید گفت کویر، کویر گلستان، این کلاله است. وقتی نزدیک میری اصلا چیز از جنگل نمیبینی، اصلا کامل کویره، به خاطر اینکه اینقدر تعرض انسان به سمت جنگل زیاد شد. پاک تراشی نگاه کنین، شما فقط پاک تراشی رو نگاه کنین، به خاطر گسترش کشاورزی. بعد اون وقت ما میگیم ای خدا، ای داد هوار، مثلا گلستان مثلا سیل اومده، گلستان مثلا گرد و خاک گرفته. بابا جون شما اجازه نمیدین طبیعت کار خودش انجام بده، طبیعت داره نقش منفی که شما ایفا کردیم، ما ایفا کردیم رو داره به ما برمیگردونه دیگه. اون چیزی هست که ما آسیب زدیم و اونم داره به ما برمیگردونه. واقعا اصلا استان گلستان اولین استان شمالی است که به سمت کویر شدن میره. اینجا نگاه کنین کاملا مشخصه، یه نقطه دیگه است. این هر کجا رو شما بررسی کنید، تعرض به جنگل رو کاملا میشه به وضوح دید و این آسیبی هست که ما خودمون با دستای خودمون داریم به جنگل‌های هیرکانی میزنیم. نقشه رو از بالا بررسی کردیم و چیزی که دیدیم آسیبی بود که نقطه به نقطه هر کجا فرق نمی‌کنه، گیلان باشه، مازندران باشه، گلستان باشه، تقریبا مشابه همن. یعنی تعرض انسانی، چرای بیرویه، دام، نمیدونم پاکتراشی ها، اینا آسیبایی هست که ما داریم به جنگل میزنیم. ما تنها یک راه داریم، اینه که برگردیم و جنگل رو دوباره احیا کنیم. ما باید درگاه اقتصادیمون رو صرفا جهت اون منافع خودمون و خودخواهی و منیت خودمون نبریم. خیلی از اون عرصه‌هایی که رفته زیر
دست آدم‌ها شخص رفته، یعنی خودش رو صاحب اونجا میدونه، اونا برگرده به عرصه‌های ملی، عرصه‌های طبیعی، به کمک هم با حفاظت مردم پایه، با کار آموزشی کردن این جنگل‌ها رو حفظ کنیم. جنگل حفظ بشه قطعاً خودمون لذت می‌بریم، جنگل حفظ بشه قطعاً آیندگان از این میراثی که داریم استفاده خواهند کرد، بهره خواهند برد.